السلام علیکم. اینک نشر نوبتی بخش خبری پیام روز از طریق تلویزیون سرخ منظور شما میگردد. در استودیو با شما جواهر غنی جانف. در برنامه امروز موضوع های زیر اینجا دارد. شوکت مرزیف با پرزیدنت قزاقستان ملاقات تلفنی انجام داد. اینوسترهای از اسرائیل آمده به خیرالله بازارف و خوردند. باری اول در فرغانه جراحی سونی کلاپن های آورتا در دل درمانده انجام داده شد. در مکتب های ناحیه سوخت تجربه مکتب رقمی 11 هم جاری کرده می شود. کتاب های درسی برای خوانندگان مکتب به پول داده می شود یا نه؟ احتمال بیکار کردن ویزا از جانب عربستان سعودی به شهروندان ازبکستان وجود دارد. شوکت مرزیف با مردم خطای اظهار همدردی کرد. برای چی؟ در فرغانه از به اعتباری تربیچان باغچه کودکی 4 ساله به دریا غرق شد. پرزیدنت شوکت مرزیف 6 سپتامبر با پرزیدنت جمهوری قزاقستان قاسم جومارت توقایف ملاقات تلفنی انجام داد. آنها در دوام ملاقات مسئله های همکاری عملی را محاکمه کردند. پرزیدنت ازبکستان شوکت مرزیایف در آغاز صحبت به رهبر قزاقستان در رابطه با سوختارهای جنگل در ولایت قستنای سخنان روح بلندی بیان نموده، آمادگی خود را برای رسانیدن کمک ضروری در رفع عاقبت‌های حالت فوق‌العاده قید کرد. سران دو کشور مسئله های مبرم همسایگی نیک ازبکستان و قزاقستان، تحکیم منبعی مناسبت‌های شریکی استراتژی و اتفاقی، توسعه شریکی عملی در سمت‌های افضلیت‌ناک همکاری‌های دو جانبه را بررسی کردند. با تطبیق لایحه‌های همکاری در ساحه‌های تجارت، صنعت، انرژتیکا، نقلیات و لوجستیکا، کشاورزی و دیگر بخش‌های اقتصاد توجه خاص ظاهر گردیده، مسئله‌های منطقه‌ای نیز بررسی شدند. روزنامه نشست سران سازمان همکاری شانگهای که ماه جاری در سمرقند عظیم برگزار می‌شود، بررسی شد. ولایت فرغانه سالهای اخیر در جلب نمودن اینوسترهای خارجی خیلی فعال بوده، در این سمت به موفقیت‌های زیاد نائل گردیده شده است. کارخانه‌های استحصالی در ولایت روز از روز زیاد گردیده، حجم صادرات نیز می‌افزاید. در شهر قوقند حاکم ولایت اینوسترهای خارجی را قبول کرد. فراهم آوردن محیط مساعد صاحبکاری در ولایت فرغانه سبب واریشوی فعالی سرمایه گذاران، افزایش نظررس جریان سرمایه گذاری گردیده ایستاده است. در ولایت با اشتراک سرمایه خارجی سوبیکت های صاحبکاری خیلی بسیار می باشند. برای باز هم وسیع نمودن این نشان داد از همه مهمش امروز امکانیت موجود است. سفر هیئت وکیلان عبارت از اعضایان جمعیت یهودیان آمریکا و کانادا و تشریف دلگسی عبارت از کارچلان های این ملت با مقصد های بالایی نگرانیده شده است. در تالار مجلس های حاکمیت قوقند با مهمانان درباره دورنمای همکاری های متقابله، امکانیت های کاری مشترک و فضای سرمایه گذاری در منطقه صحبت صورت گرفت. در چورابینی حاکم ولایت فرغانه خیرالله بازارف اشتراک کرد. طوری ذکر گردید در ولایت فرغانه خیمیا، صنعت سبو، کشاورزی، استحصال مصالح ساختمان و غیره رشد کرده، با آنها ساحه های نو از قبیل ماشین سازی، دارو سازی، مالکیت ذهنی، سیاحی و غیره داخل می شوند. مقدار صادرات باشد سالهای آخر خیلی می افزاید. شرایط اقلیم طبیعی، قوای کاری، ثروت های زیر زمینی، اشیای خام بای برای پیش بردن کارخانه ها مساعد است، اگر از آنها به طور وسیع استفاده برده شود. البته در چورابینی آید به اقتدار اقتصادی افزاینده چنین منطقه از جمله شهر قوقند لطیف معلومات داده شده، حفظ حقوقی مبلغ های سرمایه گذاران بررسی گردید. در این بابت زمینه مستحکم حقوقی افضلیت ها به سرمایه خارجی ذکر گردید. باید گفت که گذشتگان خیش و تبار و یا خیشاوندان این تاجران خارجی در شهر قوقند لطیف و دیگر منطقه های مختلف ازبکستان بسر می بردند و این سرزمین برای آنها خیلی ارزشمند است. در رفت صحبت درباره دیگرگونی های مملکت امان فکر و ملاحظه های مثبت بیان کرده شدند. 30 سال پیش رفته بودم. من خودم در قوقند تولد شده زندگی داشتم و بعد یک چند سال باز به این شهری کهن برگشته در حیرت موندم که شهر به کلی دیگر شده است. یگان جای آباد نشده را ندیدم. چند پیش ما درباره حمایه قانونی سرمایه گذاران صحبت کردیم. کفالتی کلانترین کیفیت مردم، معقول دانستنی آنها از سیاست امروز است و ما از دیدن این دیگرگونی ها و نویگری ها در سرزمین عزیزمان شدیم. مخصوصا اصلاحات 5 سال اخیر ما را وادار کرد که به اینجا بیاییم.
شهری قوقند لطیف برای تجارت خیلی قلای است. مردمی تحمل پذیر، محیط عجیب، اولین شهری کلان در درآمدگاه واده، سودای رواج یافته، چنین مثال ها را زیاد آورده ممکن است. من در اینجا تجارت خود را آغاز کردم و دیگران را به این کار دعوت میکنم، گفت یکی از مهمانان. در رفت چاره‌بینی مسئله های تامینات لوجستیکی و به همین مانند جنبه های مهم برای تجارت مؤثر بررسی شدند. در این بابت نقشه های آینده ذکر گردیدند. از روی بعضی لایحه های ساحه های شیمیا و صنعت سبک گفت شنید پیشکی برپا گردید. جهانگیر صابیرف، شاخیار قیوموف مخصوص برای پیام روز تلویزیون سرخ از شهر حقند لطیف. بخش خبری پیام روز دوام دارد. باری اول در فرغانه جراحی سونی کلاپن های آورتا در دل درمانده انجام داده شد. در فیلیال مرکز جمهوریوی یاری تجلی طبی فرغانه عملیات پراتزی کلاپن های آورتا در حالت بازداشت دل بار اول انجام داده شد. در نتیجه کار نکردن کلاپن های دل بیمار از تنگی نفس، خستگی، درد قفس سینه و ناکامی دل عذاب میکشید. کاردیولوگ های صاحب اختصاص از پایتخت و طبیبان فرغانه با مقصد برطرف نمودن این مشکلی ها و برگردانیدن بیمار به حیات سالم، اولین جراحی پراتزی کلاپن های آورتا را در دل درمانده انجام دادند. عین زمان وضع بیمار خوب بوده، عملیات تبابت ادامه دارد. حاکم ناحیه سوخ سید بهرام سید موسیف معلوم کرد که منبعد در مکتب های ناحیه سوخ تجربه مکتب رقم 11 هم جاری کرده می شود. زیرا مکتب مسکور یکی از پیش قدم ترین و با نفوذ ترین دبستان های ولایت فرغانه به شمار می رود. ادامه موضوع در گزارش مخبرمان. واقعا مکتب رقم 11 هم از هر جهت نمونه عبرت بوده، به اینجا آمده تجربه آموختن لازم است، گفت حاکم ناحیه سوخ سید بهرام سید موسیف. حاکم با دایرکتوران مکتب های ناحیه سوخ گفت که به هر یک صنف داخل شده به شرایط مکتب مذکور از نزدیک شنا شوند و تجربه این درگاه معرفتی را در دبستان خود جاری کنند. هر یک صنف چنان آرا داده شده است که حتی از نقش در و دیوار صنف خانه ها خواننده مکتب چیزی می آموزد. خصوصا صنف ادبیات به همه پسند آمد. در هر قوم و ملت ادبیات شناسنامه ملت به شمار می رود. یگان خلق بدون ادبیات در جاده علم موفق نشده است، گفت حاکم ناحیه سوخ. در مکتب رقم 11 شاید به این مسئله اعتبار علاهیده داده شده است و صنف های فن های ادبیات های تاجیک، ازبک و دیگر زبان ها خیلی زیبا آرا داده شده است که هر یک نقش و صورت به خود خاص معنی دارد. من امروز ما در مکتب رقم 11 هم تمام رهبران مکتب ها اینجا جمع آمدیم به مقصد دیدن کردن از کار و فعالیت همین مکتب و بسیار من خرسند شدیم که غذای معنوی گرفتیم از همین کابینت جهازاندنی کابینت های من زبان و ادبیات. من در کابینت ادبیات استادیم، بسیار هم به درجه عالی جهازانده شده است. کابینت تاریخ بدر آمدیم، تربیه، همه کابینت ها به درجه عالی جهازانده شده است و می باید که دیگر مکتب ها هم از ان همین مکتب 11 عبرت گیریم و ان همین خیل به جهازاندن کابینت ها اعتبار دهیم. می سازد که تجربه مکتب رقم 11 را در کل مکتب های سوخ پهن کنیم. رهبران مکتب های ناحیه سوخ به هر یک صنف و مجموعه های ورزشی دبستان داخل شده به شرایط دبستان از نزدیک شنا شدند. گفتند که واقعا تجربه مکتب رقم 11 هم را در همه مکتب های ناحیه سوخ پهن کردن بسیار سری وقتی، زیرا آنها از اصول های عادی استفاده بردند، اما این اصول در یگان مکتب ناحیه سوخ دیدن نمی شود. از همه مهمش وقتی خواننده وارد صنف می شود در مکتب بودن خود را حس می کند. حقیقتا هم مهنتی معلمون دیده شد که من تا این روزا به نهایت مهنت کلان کرده برای خوانندگان روحشون رو برداشتن، برای دانش بازم بقوت کردن، به نهایت کارهای ناس تشبوس کردن. البته دیدم خودمو در کار جوهی خودمو قلب که گرفتم. البته مویم حرکت میکنم که همین مکتب خودمو باز هم از مکتب رقم 11 با نخصر کردم و در نزد خلق، در نزد خوانندگان حرکت میکنم. در چاره‌بینی نه فقط رهبران مکتب ها بلکه آموزگاران فن حربی مکتب ها نیز اشتراک کردند. سرور شعبه کارهای داخلی ناحیه سوخ قاسم جان رحیم بردیف در باره جنایتکاری و قانون شکنی ها حرف زده ذکر کرد که گرفتن پیشراه جنایتکاری و حقوق ویران کنی بین نابالغان از مسئله های مهمترین بوده. در این کار همکاری را مستحکم نموده، همه یک جایه مبارزه بردن لازم است، زیرا در بین خوانندگان مکتب ها نیز بعضن حالت های حقوق ویران کنی ها به نظر رسیده ایستاده است.
گرفتن پول از پدر و مادران برای کتاب‌های درسی تماماً بس کرده شد. پس کتاب‌های درسی از حساب کدام مبلغ نشر کرده می‌شود؟ با این سوال در شرح نوبتی همان جواب خواهید یافت. خراجات چاپ کتاب‌های درسی مکتب‌ها از حساب بودجه دولتی پرداخت می‌شود و برای این از والدین پول ستانیده نمی‌شود. در این باره معاون وزیر معارف خلق تیمور کامیلوف با تکیه به اظهارات مقامات دولتی خبر داد. طوری که قبلا خبر داده شد، در نشست مطبوعاتی گفته شده بود که برای اجاره کتاب‌های درسی مکتبی تنها برای سال جاری از والدین پول ستانیده نمی‌شود. مسئله سال‌های مینبعد با قانون درباره بودجه دولت بستگی دارد. کامیلوف پس از انجمن به خبرنگاران گفت که مقامات دولتی با او تماس گرفته و گفتند که مسئله اجاره کتاب در نهایت حل شده است، یعنی در سالهای نزدیک تامین مکتب ها با کتاب های درسی و کتاب های مشقی از حساب مبلغ های پر بودجه عملی کرده می شود. بینندگان گرامی، بخش خبری پیام روز را صحیفه خبرهای ازبکستان دوام می دهد. اویاکمپانی عربستان سعودی خسیر تاشکند جده را هفته دو مرتبه براه می ماند. طوری که سفیر پادشاهی عربستان سعودی در تاشکند یوسف العتیبی معلوم کرد، در روزهای نزدیک شهروندان ازبکستان نیز در قطار دولت‌های بی ویزا داخل شده عربستان سعودی می‌گردد. اینچنین از سنه 15 سپتامبر سر کرده کمپانی فلینیس هفته دو مرتبه پروازهای خط‌سیر تاشکند جده را براه می‌ماند، تاکید کرده است او. در شهر قرشی سیستم ایستگاه خانه اخلاق نمایش داده شد. در شهر قرشی رشد سیستم توقفگاه خانه‌های اینتלקتوالی در نمایشگاه طرح‌های اینوواسیونی اینوویک 2022 که در کلینیک خصوصی گردانی و برقرارسازی کارخانه‌ها آغاز یافت نمایش داده شد. برتری سیستم توقفگاه خانه در آن است که ماشینی که سیستم به آن پیوست است، هنگام آمدن ماشین به طور اتوماتیکی در ایستگاه خانه اینتלקتوالی کشوده می‌شود. شوکت میرزیف با رئیس جمهوری خلق خطای و مردم این کشور اظهار همدردی نمود. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیف با رئیس جمهوری مردمی چین سی جی پین در رابطه با هلاکت شماره زیاد آدمان و جراحات های وزن جسمانی بر اثر زمین لرزه شدید در مضافات سیچوان چین تسلیت فرستاد. سرور دولت با اظهار همدردی عمیق به تمام مردم چین، به اهل خانواده و نزدیکان مرحوم اظهار همدردی نموده، با آسیب دیدگان شفای کامل تمنا نمود. در فرغانه یک کودک 4 ساله از کودکستان بیرون شده غرق شد. در این باره در سایت های رسمی خبر داده شد. روز واقعه تربیه‌گرنده باغچه را خواهر کلونیش به کودکستان آورده است. پس از چند از مناسبت بی‌پروایی مربیان و مدیر کودکستان، کودک بدون اجازه از حدود باغچه بیرون رفته از قفای خواهرش دویده است. در نتیجه حرکت او لغزیده به دریایی که از نزد خانه‌اش جاری بود افتاد و غرق شد. آید این مسئله پرکراتور ولایت کار جنایی باز نموده است و الحال تفتیشات دوام دارد. با مناسبت عید استقلال، چورابینی ها همان در تشکیلات های تعلیمی تا مکتبی نوحی سخت دوام دارد. تدبیرها تحت شعار در ازبکستان نو خلق عزیز انسان عزیز برگزار گردیده شدند. گزارش نوبتی همان از تدبیرهای تشکیلات های تا مکتبی نوحی سخت. ارزشمندترین دستاورده که در انتهای عصر 20 برای خلق سرملت ازبکستان نصیب گشته است، این صاحب اختیاری و کاملا صاحب دولت مستقل ملی شدن است که خوشبختانه در فضای صلح و ثبات ما 31 سالگی استقلالیت را با شکوه و شهامت خاص جشن گرفتیم. به این مناسبت همان در تشکیلات های تعلیمی تا مکتبی ناحیه سوخت تدبیر و چورابینی ها برگزار می‌گردند که چنین تدبیر در تشکیلات تعلیمی تا مکتبی رقم 24 واقع در محله آفتابرو به وقوع پیوست. در چورابینی معاون حاکم ناحیه سوخت مسئله های اجتماعی الهام عبدالمجیدف اشتراک کرده، اظهار داشت که به استقلال رسیدن خلق سرملت ما آرمان چندین اسره فرزندان اصیل و آگاه و محصول تلاش های صدها هزار مبارزان راه بقای دولت می باشد. اصالت و شرافت این نعمت بی‌بها، دستاورد بی‌نظیر و تاریخی ما شریان در رگ و پیوند فرزندان وطن دوست و جاویدانه جاری است. بعد آن برآمد تربیت گیرندگان پیشکش اشتراکداران تدبیر گردید. در شعر و سرود و صحنچه های آنها موضوع استقلال و یابی های آن ترنم یافت و تشکیلات تعلیمی تا مکتبی از جانب حاکمیت نهانسوف و جماعه شهروندان محله آفتابرو تحفه های ایدانه تقدیم کرده شد.
در تشکیلات تعلیمی تا مکتبی رقم 4 باشد. کنفرانس مدیرهای تشکیلات های تعلیمی تا مکتبی دولتی و نادولتی ناحیه سوخ شده گذشت. در آن درباره مسئله های مهمترین ساحه مذکور سخن رفت. قید گردید که آینده از باغچه سر می شود. از این جهت در تشکیلات های تعلیمی تا مکتبی باید صفت تعلیم و تربیت به طلب جواب دهد. برای این پیش از همه شرایط فراهم آورده شده است و از این امکانات ها ثمرناک استفاده برده تربیت گیرندگان کودکستان ها بهره افزودن صفت تعلیم و تربیت سعی و کوشش نمایند. در نوحه سوخ در دوام دو سال آخر در اساس قرار راهبر دولت فراگیری بچه ها به تشکیلات های تعلیمی تا مکتبی از 35% به 75% افزود و در برابر این باغچه های نو زمانوی نیز برپا کرده شده به اختیار نسل نورس سپاریده شدند. پس امروز طلب یگانه از نمایندگان ساحه آن است که با اصول های نو و طلب زمان جوابگو کار برده نسل نورس را در روحیه وطن دوستی و خلق پروری تربیت نمایند. بینندگان عزیز، این بود با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش خبری پیام روز تلویزیونی سوخ. در همین جا با بخش خبری حسنی انجام می بخشیم. خیر سلامت باشید، اما از ما دور نروید زیرا برنامه های تلویزیونی سوخ دوام دارد.